محققان در بریتانیا میگویند قدم مهمی را در یافتن درمان مؤثر برای بیماری آلزایمر و دیگر بیماری‌های مغزی برداشتند. دانشمندان برای اولین بار نشان دادند که یک ماده شیمیایی میتواند به طور کامل جلوی مرگ سلول‌های مغزی را بگیرد. این آزمایش بر روی موش‌ها انجام شده و دانشمندان میگویند تا دستیابی به درمان این بیماری در انسان دست کم یک دهه وقت لازم است. دکتر ارشیا صدیق، پژوهشگر و متخصص مغز و اعصاب بیمارستان کینگز کالج لندن که در حال حاضر از بیرمنگام با ماست، درباره این موضوع بیشتر شرح میدن. گفته شده که البته اگر بخوایم روی این دارو حساب بکنیم ممکنه که دست کم یک دهه وقت ببره، ولی همین هم به نظر میاد که برای بیماری که در حد زیادی در بزرگسالان شایع هست، در کهنسالان خبر بسیار خوبی میتونه باشه. عصرتون بخیر. بله، سعی می‌فرمایید. تحقیقی که انجام شده قدم خیلی مهمی هست که در واقع با نشون میده که میشه جلوی مرگ سلول‌های مغزی رو به صورتی گرفت. اتفاقی که میفته اینه که در بعضی از بیماری‌های مغز و اعصاب که اصطلاحاً بهش میگن نورو دیجنریشن، تحلیل سلول‌های مغزی رخ میده به علت مکانیسم دفاعی که سلول‌های مغزی دارن برای جلوگیری از تولید پروتئین هایی که شکل اشتباهی دارن. این پروتئین ها بعضی وقتا به پریان اسپورده میشه ازشون، و خیلی از بیماری هایی که در مثل آلزایمر، پارکینسون و بیماری دیگری که اسمشون زیاد شاید شناخته شده نباشه برای عموم مردم، توی در نهایت آسیب شناسی به اصطلاح همین مکانیزم های دفاعی رو سلول هاشون اجرا می کنند برای اینکه به تو پروتئین بد شکل بیشتر تولید نشه. این تحقیق که انجام شده در واقع نشون میده که میشه این مکانیزم های دفاعی سلول ها رو به نوعی خاموش کرد، و اگر این مکانیزم دفاعی سلول ها خاموش بشه، در واقع جلوی مرگ سلول‌ها گرفته خواهد شد. بله، یعنی در حقیقت سلول‌ها میخوان سلول‌هایی که شکل ناآشنا دارند رو از بین ببرند، و در همین حال ممکنه که باعث مرگ تعدادی از سلول‌ها بشن که در مغز فعال هستند. حالا خیلی وقتا وقتی که ما حرف از داروی جدید میزنیم یا حرف از یک روش درمانی جدید میزنیم، جدا از این که ممکنه زمانی رو در بر بگیره، هزینه بسیار بالایی داره، در آزمایشگاه‌های بسیار دقیق انجام میشه، و اگر هم تولید بشه در کشورهای خیلی پیشرفته تولید میشه، و تا اینکه دست حالا مصرف کننده در کشورهای جهان سوم برسه خیلی طول میکشه. آیا این یکی هم همین گونه است، یا اینکه میتونه متفاوت باشه و سهل‌تر تولید بشه؟ من فکر کنم خیلی هنوز زود باشه که راجع به تولید دارو در این زمینه هنوز صحبت بکنیم. البته این کشف بسیار خیلی بزرگیه که میتونه به کشف این داروها منجر بشه. متاسفانه همیشه همینطوره، یعنی برای که داروهای جدیدی وقتی داروها تازه به بازار میان بسیار گران خواهد بود. در انگلستان خب البته سیستم بهداشتی به صورتی است که معمولاً تلاشش رو میکنه برای که این داروها سریعتر به دست بیماران برسه. چقدر الان آلزایمر شایع هست در میان کهنسالان؟ آیا به اون اندازه‌ای هست که واقعاً این تلاش‌ها رو بشه گفت که پشت سرش حمایت‌های خیلی گسترده‌ای ممکنه قرار بگیره؟ بله، اول ما باید اینو بدونیم که در کل دنیا البته سن مثلا میانگین سنی برای انسان‌ها افزایش پیدا کرده، یعنی ما بیشتر عمر می‌کنیم. در نتیجه بیماری‌های تحلیل تحلیلی مغز و اعصاب نورودیجنریشن بیشتر دیده میشن. ما راجع به آلزایمر فقط صحبت نمی‌کنیم. این کشف که انجام شده پایه خیلی از بیماری‌های نورودیجنریشن رو تحت تاثیر قرار میده که آلزایمر یکی از اونهاست. اگر بخوایم بگیم و الان آلزایمر با افزایش سن مردم به اصطلاح بیشتر دیده خواهد شد، یعنی وقتی افراد مثلا بالای 80-90 سال برند، به درصد خیلی بالایی از اونها درجاتی از بیماری دمانس یا زوال عقل و که آلزایمر معروف هست خواهند داشت. ولی خب بیماری های دیگه مثل پارکینسون هم که بسیار شیوع زیادی در بیماری مغز و اعصاب و حتی بیماری کوری هانتینگتون و دیگر بیماری هایی که باز از گروه دمانس هستن، همه این بیماری ها میتونن بالقوه تحت تأثیر این کشف مهم قرار بگیرن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از دکتر ارشیا صدیق، پژوهشگر و متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان کینگز کالج لندن. خواهش می‌کنم.